برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای رئیس‌زاده، ریشه این گونه برخوردهای طالبان، پشتون‌ها و کوچی‌ها با شیعیان هزاره در این مسئله چیه و چه راهکاری برای مقابله با اونها وجود داره؟ تشکر. با سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب آقای محمدی و همه همکاران و بیننده های شما. ببینید، مسئله طالب ها، پشتون ها و کوچی ها که همه از اینا مترادف به پشتون هست، در افغانستان خصوصا با هزاره ها و شیعیان یک بحث تاریخی هست. بحثی که از سال 1881 الی 1910 این مسئله جریان پیدا کردن و پشتون ها به واسطه و به امر آقای عبدالرحمن خان که 62% مردم هزاره ها را قتل عام کردن و تمام اراضی و زمین های از اینا را غصب کردن، اونمون مسیر علمان هم ادامه داره. طالب ها هم که از یک لحاظ، از لحاظ ایدئولوژیکی سنی افراطی هستند، از لحاظ ملیگرایی هم که پشتونگرا هستند. این مساوی میشه به این که طالب ها بیاین از قدرتشان سوء استفاده بکنن در سرزمین های مردم هزاره و شیعه در مرکز افغانستان که از لحاظ طبیعی و از لحاظ باروری درجه یک را در افغانستان دارن. اینا چشم به او بودوزن و از بهانه های مختلف بتانن که اینا سر مردم فشار بیارن، یا کج اجباری بکنن، یا باقهایشان تخریب شوه، و یا هم بیاین یک اصول را پیش بکنن که زمین خودشان را به خودشان بفروشه. این واقع یک ظلم است و این یک ادامه از نسل کشی های هزاره ها از سال 1883 تا به این روز. حالا با چون از این منبع میتونه هم درآمد خوبی را داشته باشه و هم قوم پشتون، پشتونهای افراطی و هم ایدئولوژی شانه بتونه در مناطق هزاره ها جاگزین بکنه تا بتونه هزاره ها را از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ حاکمیت سیاسی کنترل بکنه. خب رای حلش اگر از لحاظ حقوقی بیاییم بحث بکنیم که سرزمین هزاره هاست، در طول 135 سال تا هنوز غصب شده و حالا در حال غصب شدن است. از لحاظ حقوقی در هر محکمه ملی و بین الملل اگر مراجعه بکنیم، هیچ گونه شواهد و سند وجود نداره که اینا بیاید به بهانه کوچی بودن سرزمین های مردم اشغال بکنه، علفشر های مردم غصب بکنه، و به بهانه داوودخان و ظاهرشاه بیاین اینا سرزمین مردم به خود هزاره ها بفروشن. بله. از لحاظ همگرایی ملی اگر بحث بکنیم، پشتون ها و همین کسایی که امروز میخواین از بهانه های مختلف علیه هزاره ها سوء استفاده بکنن و ظلم بکنن، یک آینده بسیار خطرناکی را برای خود پشتون ها داره، برای خود طالبان داره. طالبان از این گونه وارد جامعه افغانستان، وارد جامعه هزاره و تشیع شده نمیتونن. بله. از طریق غصب زمین، از طریق ظلم، از طریق فروش زمینشان برای خودشان نمیتونن. از لحاظ حقوقی مسئله هم جداست، از لحاظ اجتماعی هم اگر بگویم همگرایی هم داشته باشیم، ای که هر کس سرزمین خودش داشته باشه، هر کس جغرافیای خودش داشته باشه، هر کس مال خودش مربوط خودش باشه. شکر. بله، سپاس از شما. مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا.